السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز من سوال کردن که کسی هست که به طور مثال 10 سال نماز نخونده و حالا میخوان که نمازهایشان را قضاییش را ادا بکنن، اینا چگونه ای را ادا بکنن؟ عزیزان گرامقدر، در مورد نماز اضافه تر از صدها کلیپ صوتی و جوابات صوتی داریم، لطفا به آرشیف ما مراجعه بکنید. نماز برای هر مسلمان در 5 وقت در شبانه روز فرض است. فرض امر الله سبحانه و تعالی هست. فرض چیزی است که الله سبحانه و تعالی بندگانش را به آن امر کرده. پس هر چیزی که فرض شد، اون فوایدش برمیگردد به خود انسان. نمازی که در 5 وقت انسان میخونه، فوایدش برمیگرده به خود انسان. شما ببینید عزیزان گرانقدر، وقتی که شما نماز فجر را ادا می کنید، نماز بعدی نماز عصر است، نماز ظهر است، نماز پیشین ما شما میگیم نماز ظهر است. یعنی وقتی که شما نماز فجر را ادا می کنید، اگر به درستی آن را ادا بکنید، حق نماز را شما ادا بکنید، حق نماز را بدهید، به درستی خشوع و خضوع و رکوع و سجود آن را ادا بکنید، از تمام مصائب، بلاها و تیرهایی که از زخم چشم و از حسادت و از شیاطین و ساحران به طرف شما پرتاب میشه، این نماز تا نماز ظهر شما را به اذن الله سبحانه و تعالی حفظ میکنه. خوب متوجه شوید عزیزان من، کسی که نماز را با حقش ادا میکنه، با وضوی کامل نماز را ادا میکنه، ارکان نماز را درست ادا میکنه، فرایض از را، سنت های از را، واجبات از را، مستحبات از را ادا میکنه، اذکار بعد از نماز ادا میکنه، در سجودش، در رکوعش، در قیامش، در جلسهش با بسیار متانت و زیبایی، با خشوع قلب او را ادا میکنه، این نماز تا نماز ظهر ای را از تمام بدی ها، از تمام حسد ها، از تمام زخم چشم ها و تلسم هایی که در امول لحظه در حقی از این میشه، متوجه باشین عزیزان، در امول لحظه که در حقی از این میشه، به اذن الله سبحانه و تعالی ایره نگاه میکنه. این مثل یک تابلی توریست، پیش دکتر یا پزشک شما میرین، میگین که فلان بیماری دارم، بیماری شما را تشخیص میکنه و بعد از او برتان میگه که اینی کپسول یا گولی را یا تابلت یا شربت را روز 5 قاشق در 5 وقت بخو. چرا در 5 وقت در 5 قاشق بخو؟ اگر یک وقتش نخوری، ممکن است که دوا تاثیرش از بین بره یا کم شوه، و ممکن است که باکتریا، میکروب یا هر چیزی که در بدن شما باعث ایجاد مریضی شده، او بالای شما قوی شوه. نماز هم همین طور است. پس این نماز فجر شما را فقط تا ظهر نگاه میکنه. نماز ظهر را همچنان که ادا کردید و شرطش هم هی است که حق نماز را برایش دادید، با حقش ادا کردید، با زیباییش ادا کردید، با وضوی کامل ادا کردید، این نماز شما را تا نماز عصر از بلایا و آفات، از زخم چشم و حسد و طلسم و جادو، این شما را به اذن الله سبحانه و تعالی حفظ میکنه. شرطش این است که حق نماز را ادا کرده باشیم، که در این مورد ما بسیار صحبت ها کردیم و مضمون های نوشتیم که تقریبا تا 48 بخش فعلا مضمون ما نوشته شده، که حضور قلب، اعتدال در نماز و انواع قلب ها، این مضمون را ما نوشتیم و خدمت عزیزان تقدیم کردیم که در سایت های ما موجود است. پس فاصله تحفیز شما از نماز که شما میخوانید، که نماز ظهر یا پیشین است، تا نماز عصر است. تا نماز عصر، اگر به طور مثال شما نماز عصرتان را ادا نکنید یا ناوقت ادا بکنید، ممکن است که برای شما صدمه برسد یا حقش را درست ادا نکنید. بعضی ها هستند که نماز را به سرعت ادا میکنند، بعضی ها هستند که اصلا وضویشان کامل نیست،
بعضی های دیگر هستن که قبل از وضو بسم الله نمیگوین. هر کسی که قبل از وضو بسم الله نگویه وضویش باطل است. چرا؟ شیطان نمیگذاره که درست وضو بکنیم. خب کسی که وضویش باطل باشه، نمازش باطل باشه، نماز از او بسرعت باشه، نماز از او جمناستیکی باشه، نماز از او مثل سپورت باشه، فقط بر از او چی میمانه؟ بر از او فقط امو زحمت وضو میمانه، زحمت نماز میمانه. پس در حقیقت او نماز را ادا نکرده و این نماز مانند امو سپر نیست که در مقابل تیرهای دشمن، در مقابل تیرهای شیطان، در مقابل تیرهای شیاطین انسی استادگی بکنه. معنی کتاب موقوتا که در قرآن کریم آمده امی هست که نماز باید در سر وقتش، در امو وقتی که داخل میشه باید ادا شود. و این هم مهم است که قبل از ای که انسان نماز میخونه، وقتی که وقت نماز داخل میشه آذان بده، ولو که تنها هم باشه برای خودش آذان بده، که در احادیث ای ذکر شده که من خدمت شما عزیزان در فایل صوتی در این مورد صحبت کردیم. خب میرسه نماز عصر. اگر نماز عصر کسی ادا بکنه، بعض از علما میگن که سوره والعصر قسم به عصر به خاطر نماز عصر آمده. چرا در مورد نماز وسطی، نماز عصر، ما احادیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم داریم که خیلی خیلی مهم است این احادیث که کسی که نماز عصر ادا نمیکنه از پیشش فوت میکنه، در حقیقت اعمال امروز از او باطل میشه. و اکذا تفاصیل بسیار زیادی در این مورد داریم که در این مورد هم صحبت های جداگانه کردیم که از اصل موضوع دور میریم. و کسی که حق نماز را ادا میکنه با تمام حقوقش، با زیباییش، با متانت در مقابل الله سبحانه و تعالی استاد میشه و این نماز عصر فقط تا نماز شام این را از بلایا و فتنه ها نگاه میکنه، یعنی به می شکل از نماز شام تا نماز عشا که بلاها و فتنه ها از این دور می باشه. یعنی هر نماز باید در وقت شدا شوه، به زیبایی شدا شوه، در اونمو وقتی که بالایش فرض است، در اونمو روزی که بالایش فرض است باید ادا شوه. اما یک نفر وقتی که تارک نماز می باشه برای 10 سال این نماز نمی خونه. در این باره هم صحبت های زیاده کردیم که تارک عمدی نماز، که کسی که عمدن نماز را ترک می کند، اکثریت علمای اهل سنت جماعت بر اینند که او از اسلام خارج شده، ارتداد کرده، از اسلام خارج شده. خب این یک موضوعی به کلی علیحدہ است. حال این برادر یا خواهر ما 10 سال نماز نخوانده، امون تکلیف هایی که در 10 سال در هر روزش جداگانه باید برای هر نماز باید انجام میداد، امان وضویی که برای هر نماز بایستی میکرد، امان تکلیف رفتن تا توالت، مصرف کردن انرژی برای چی؟ برای وضو، امان تکلیف سجاده و سجاده انبار کردن و تکلیف رفتن تا مسجد را در وقتش ادا نکرده، نمازهای امو وقت را نخوانده، پس امو ضرری که در این 10 سال که از این فوت شده که باید به این میرسید، او ضرر برش رسیده. فلهذا علمای جید، علمای بزرگ اسلام، علمای اصیل اسلام، علمای عقیده و توحید، اونا میگن کسی که به مدت طولانی نماز نخوانده پس بالای از او قضا نیست، چون امو تکلیف هر نماز را باید در امو وقتش باید ادا میکرد. و امان ضررها و امان زخم چشمها و امان عصادتها و امان تلسمها و امان جادوها و امون شیاطین و جنیاتی که در بدنش میامد او کار خدا کرده، چون در مقابل خودش امو روز، در امو وقت، در امو ساعت، در مقابل چشم ازی، در مقابل قلب ازی، در مقابل زانوی ازی، در مقابل پاهای ازی، در مقابل سینه و روی ازی، سپرهای نمازهای پنجگانه نبوده. چرا؟ که نمازهای پنجگانه هر کدامش مانند یک سپر است. نماز فجر یک سپر است در مقابل رویت، نماز
دهار سپری هست که قلب و بدن تو را نگاه میکنه. نماز دیگه به این شکل پنج سپر از سر تا پا تو را محفوظ نگاه میداره. از چی؟ از هزاران تیر که به طرف تو روان است. تیر حسد است، تیر کنایه است، تیر بغض است، تیر کینه است، تیر تعصب است، تیر شیاطین است. ما روزانه در معرض تیرهای خطرناک قرار داریم. پس اینقدر مدت طولانی که اگر انسان نماز نخوانده و ضررها برش رسیده، پس علمای جدید میگن که برازی نماز قضایی نیست، فقط توبه بکنه و از الله سبحانه و تعالی خوف بکنه، اعمال نیک زیاد انجام بده، از این به بعد به نمازهای خود بسیار صادق باشه، نمازهای خود را با وضوی کامل، با وضوی که دو بسم الله باشه و تمام فرایض وضو را، سنتهای وضو را، مستحبهای وضو را باید ادا بکنه، با زیبایی در مقابل الله استاد شود، نمازهای خود به وقتش بخونه. اگر این سوال کننده برادر از جماعت بره و در مسجد، در مسجد ادا بکنه. بر علاوه از این برادر ما باید حریص باشه به نمازهای دیگر. به کدام نمازها؟ مثلا وضو که میکنه بیا از سجاده را بیندازد، دو رکعت سنت وضو ادا بکنه و امور رقم زیبا ادا بکنه، در سجودش طلب بخشش بکنه از الله سبحانه و تعالی، و وقتی که مسجد داخل میشه دو رکعت تحیات المسجد بخونه، و وقتی که وقت داره بعد از نماز مغرب به طور مثال یا نمازهای تهجد به طور مثال، اینها نوافل و تهجد را ادا بکنن، حریص باشن به نمازهای مستحبی، به نمازهای نفلی، به نمازهای سببی، به نمازهای سنت خیلی حریص باشن و کوشش بکنن و سعی بکنن که صدقات و خیرات بتنن و اعمال نیک انجام بتن، و انشالله امید است که الله سبحانه و تعالی این برادر و این خواهر مسلمان من را مورد عفو و بخشش قرار بده و الله سبحانه و تعالی در قلب اینا نور را از انوار الهی را در قلب ازی بگذاره تا تمام وجود ازی از این نور متشعشع شود و نورانی شود و این برادر ما در راه دعوت، در راه اسلام خدمت بکنه، و انشاءالله که اگر به این شکل اینا ادامه بتن در مدت بسیار کوتاه، بسیار در وقت کم، لذت ایمان را این برادر یا خواهر ما میچشد. الله سبحانه و تعالی تمام ما شما را هدایت نیکی نصیب بکند. آمین یا رب العالمین.